داد به قول گفتنی سالهای سال نزدیک 38 ساله که اینا ما داریم رژیم جمهوری رو داریم میبینیم که تو ایران داخل دارن کار میکنن. هر روز قولا و وعده های مختلف میدن که بهتر میشه ولی عملا چیزی که داریم میبینیم نمیتونن کاری انجام بدن. خب دیگه تا کی فکر میکنم این همه سال بس باشه واسه این که ببینیم کاری ازشون برمیاد یا نه و در نهایت ببینیم که کاری ازشون بر نمیاد نمیتونن کاری انجام بدن. یعنی امتحانشون رو پس دادن. امتحان رو پس دادن بغرض فساد و اختلاس و دزدی چیزی نبوده. دقیقاً این همه اختلاس این همه دزدی وقتی نمیشه کنترل کنن نمیتونن هدایت این همه آدم انجام بدن درست بهتره که دیگه کشور در دست افراد متخصص نیست متاسفانه. خب شما راهچار چی میبینید؟ تو راهچار چی باشه؟ چطور میشه از این بنبست بیرون رفت؟ اون بهترین راه از نظر من فکر می‌کنم رفاهه. به خاطر اینکه ببینیم مثلا مردم چی می‌خوان. دولت مال مردم باید باشه. مردم باید انتخاب بشه. خب پس بذاریم یه رفراندوم بکنم مردم ببینن چی بهتره. کیو دوست دارن؟ آیا با وجود این دولت جمهوری اسلامی رفراندوم امکان پذیره؟ فکر نمی‌کنم. بس بایستی یه تغییر رژیم وجود بیاد. تغییر رژیم 100% توسط مردم ایران. توسط مردم ایران. بله. و بهتره که خیلی به قول دوستانه این کار انجام بشه. چون همشون به هر حال هم ملت ما اون وسط صدمه خواهند دید. ماها صدمه خواهند دید. اگه قرار باشه یه خود اتفاق بدی. بله. امیدواریم که به قول دوستانه خودشون بتونن قبول کنن این کار رو و بذارن بسپرن دست آدم رو متخصص. شما درخواست از نیروهای انتظامی دارید؟ میخواید چه کار کنن؟ آره نیروهای انتظامی اونا مال از مردم هست. بهتره که بیان سمت مردم اینقدر مردم اذیت نکنن. این همه وسط بانکایی که الان میبینیم ورشکسته میشن نیروی انتظامی هی میبینیم داره مردم رو کتک میزنه. اون هم عضوی از این ملت هست. بس به مردم بپیوندن. به مردم بپیوندن. بله. خیلی ممنون. مرسی.